کوتاه‌قد‌ها با تأسیس یک سازمان می‌خواهند از حقوق و موقع خود در جامعه تاجیکستان دفاع کنند، زیرا با آنکه آنها در بخش‌های مختلف به خصوص در تئاتر و یا سیرک فعالیت می‌کنند، خود را قشر آسیب‌پذیر می‌دانند و به کمک و دستگیری نیاز دارند. همیشه جمعیت تشکیل کنیم وقتی که وای کشید یک ذره هم باشد مدلوی خود رو بین همدیگر با همدیگر وقتی که خالی میکنیم ذره هم باشد خودمون رو ای چی میگم خودمون رو کم یکی که هم باشد سالیم و بردم و بخواهد حس میکنیم. خوش که باشد رنگ روی مال چی خیلی؟ رهبر تئاتر بدیعی افسانه که بیش از 5 سال باز تلاش تشکیل چنین یک جمعیت ویژه را دارد میگوید بالاخره 2 روز قبل حجت های ضروری را به وزارت عدلیه تاجیکستان سپرده است. ما علاوه برای این جمعیت تشکیل کردن استوی این جمعیت را تیار کردیم، در وزارت عدلیه پیشنهاد کردیم، منتظر آن هستیم که امضای وزیرگیری مو کارا پیش بریم. اکثر هنرمندان افسانه کوتاه قدند و معلومات اکتیاری ندارند. از آنکه نمی توانند در دیگر ساحه جای کار مناسب پیدا کنند، رو به تئاتر آوردند. زیرا با گفته آنها تئاتر یگانه جایی است که در آن خود را فردی کامل حقوق و صحتمند احساس می کنند. مثلا خیلی که ما اون خیلی قدمون پس بسیار جایی که می رویم می گویند که مثلا به شما قدمون پس تا مثلا معیوبیت دارید جای کار شما در نیست داریم می گویند. شریف اما شریف و قبلا در یکی از طربخانه های شهر دوشنبه به حیث تمیزگر کار می کرد. حالا او هنرمند فعال این تئاتر می باشد و طلبات به هنری او خیلی زیاد است. کار پسوده کوسه طبق شدم بود، همه کار میکردم. استاد من از جغ زده، من اومدم کار کردم با همراه استاد حاضر. خیلی هم نقض زندگی من پیش رفته استاد است. کارخونه میرفتیم موده کار نیست، نه کار نیست میکردم موده. خدیچه و کیبریا دو هنرمند خوردترین تئاتر هستند که 12 سالی دارند. با وجود معلولی نمیخواهند که سربار والدین باشند و از حالا هنرنمایی میکنند تا با مادرشان که با گفتهشان ماست آنها باعث از کاراندن شدند کمک کنند. مادرم هر دف مراد با خواهرم اپام میبردند. در آنجا همون آدمانی که در آنجا می نشستند اومده و مادرم رو چی میفتند که دیگر نیار. بعد یک روز رفته برای شکایت کردند که این حافظه شما دخترای خود را میورند. بعد مادرم بعد از این چند بار نبردند، یا دو ماه نبردند تا که همه خوب شود. که با بردن موزیق شدیم، باز مادرم بردند که رئیسشان گفتند دیگر تو در اینجا کار نکن. ما میخواییم، ما فکر میکنیم اپشتی این ولیدی ما مادرم رو سر کردند. زندگی برای اشخاص کوتاه‌قد در تاجیکستان به مراتب دشوار است. آنها معمولاً زیر تبعیض و مورد تمسخر مردم قرار دارند. شماره زیادی آنها میکوشند که پیش چشم مردم کم نمودار شوند. هنرمندان این تئاتر کوشش میکنند که با هنر خود به دیگران خرسندی آورند و در صحنه تئاتر ظاهر میشوند. آنها خوشحال هستند، خوب حرکت میکنند و کوشش میکنند که بچه‌ها را هم شاد کنند. از سبب نبودن جمعیت ویژه شمار دقیق کوتاه‌قدها در کشور معین نیست. وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی نیز درباره شهروندان کوتاه‌قد آمار ندارد. با تشکیل یک جمعیت کوتاه‌قدان تاجیک باور دارند که مشکل آنها خیلی آسان می‌گردد و آنها را همچون عضو کامل حقوق جامعه خواهند شناخت.